دادستان یا ابدال کننده دولتی از دادگاه عالی طلب نموده است که حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حملوران به سیاحان خارجی به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نوامبر صدا داد. مرافع دادگاهی حمله به سیاحان خارجی در بنای سیزا یا بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه ادامه دارد. به مرافع تنها شاهدان و وکیلان دفاع راه داده می شوند. یک اشتراکدار مرافع روز 19 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت دادستانی در این روز از دادگاه طلب کرد که حسین عبدالصمدوف به حبس ابد محکوم شود. حسین عبدالصمدوف از روی 9 اتهام از جمله آدمکشی، افرادگرایی، تروریسم، جلب شهروندان و عملیات مسلحانه دیگر کشورها متهم دانسته می شود. همصحبت ما در دادگاه گفت روز 19 نوامبر متهمان سخن آخرین خود را بیان داشتند. از جمله به گفته منبع عبدالصمدوف همه اتهام های علیهش اعلام شده را قبول کرد، اما تا حال از کرده اش پشیمانی نکرده است. نماینده دادستانی کلی تاجیکستان همچنین از دادگاه عالی طلب نموده است که کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 18 ساله زندان محکوم شوند. این دو نفر به افرادگرایی متهم دانسته می شوند. دادستانی اینچنین طلب نموده است که 12 نفر دیگر از 1 تا 2 ساله زندان محکوم شوند. این نفران اساساً به خبر ندادن درباره جنایت متهم دانسته می شوند. در نظر است که روز چهارشنبه 21 نوامبر حکم متهمان حمله به سیاحان خارجی اعلان شود. این حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول در منطقه سبستان دنقره رخ داد و در پیان 4 سیاح کشته شده، 2 نفر دیگر زخم برداشت.